مقامات پاکستانی به سرکوب تجمعات حامیان حزب تحریک انصاف پرداختند که به رهبری عمران خان نخست وزیر سابق در اعتراض به زندانی بودن او و درخواست برای استقلال قوه قضاییه برگزار شده بود. نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشکاور و باتون به متفرق کردن معترضان در چندین شهر پرداختند و تعدادی از حامیان خان را دستگیر کردند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. در پی برگزاری تجمعات گسترده توسط حزب اپوزیسیون پاکستان، حزب تحریک انصاف PTI، مقامات پاکستانی اقدام به سرکوب معترضان کردند. این تجمعات در شهرهای مختلف از جمله لاهور، کراچی و پیشاور برگزار شد. برای آزادی عمران خان، نخست وزیر سابق و زندانی و نیز حمایت از استقلال قوه قضاییه انجام شد. نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشکاور و باتوم سعی در متفرق کردن معترضان داشتند و ده ها نفر از حامیان عمران خان دستگیر شدند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده تنش‌های شدید میان معترضان و پلیس است که به پرتاب سنگ از سوی معترضان به سمت نیروهای امنیتی انجامید. عمران خان 72 ساله به اتهام‌های مختلفی از جمله فساد و تروریسم زندانی است و تاکنون دو محکومیت او لغو شده و یک محکومیت دیگر به حالت تعلیق درآمده است. از تاریخ 3 اکتبر مقامات پاکستانی تمامی ارتباطات و ملاقات‌ها با عمران خان را ممنوع کردند که شامل دیدار با اعضای خانواده نیز می‌شود. همزمان با این وقایع ائتلاف حاکم قرار است در جلسه‌ای که روز شنبه در پارلمان برگزار می‌شود پیشنهاد اصلاحات جنجالی قانون اساسی را مطرح کند. حزب PTI مدعی است که دولت در تلاش است تا با جلوگیری از انتخاب قاضی ارشد دیوان عالی کشور استقلال قوه قضاییه را تضعیف کند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مردم خواستار بازگشت به اصول دموکراتیک و حقوق قانونی خود هستند.